درود و سلام. بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده از تلویزیون نور هستید. حکومت افغانستان پیشنهاد طرح بدیل برای ثبت نام رای دهندگان به کمیسیون مستقل انتخابات داده است. حکومت خواسته تا طرح پیشنهاد شود که در آن نصب استیکر در شناسنامه ها به جای اصل در کپی آن صورت گیرد. این پیشنهاد و جستجوی راه حل به خاطر این است که نگرانی های شهروندان است نصب استیکر در اصل شناسنامه ها به لحاظ امنیتی رفع شود. اما منتقدین میگویند که این رویکرد راه تقلب را باز میکند و یک فرد میتواند چندین رای بدهد. پیرامون همین موضوع بحث داریم با آقای سمیع درعی، فعال مدنی. سپاسگزارم آقای درعی از حضورتون. طرح بدیل برای چه ارائه میشه؟ میتونه نگرانی که وجود داره را رفع کنه؟ با سلام خدمت شما بینده عزیز، شما بدون شک نه طرح بدیل یک طرح واقعا یک مضحکه بیش نیست، برای که خب انتخابات بالاخره یک حیثیت و آبرو داره و او حیثیت و آبرو را وقتی شما میایین و با پیشکش کردن یک طرح کاملا مضحک او را به زمین میزنین، این معنایشی است که شما انتخابات نمیکنین. برای چه این طرح صورت میگیره؟ در پاسخ به چه؟ این طرح باید بالاخره چیزهایی در پشت سر خود داشته باشه که او را ما امکان داره در روز انتخابات باز شاهدش خواهد بودیم. بدون شک هر کسی که میخواد به چنین طرح متوسل بشه، خصوصا کمیسیون انتخابات که برای از اگر قرار باشه که لبیک بگه، معنایش این است که انتخابات را اینا میخواین بازم دوباره به لجنزار بکشن و این لجنزار متاسفانه به هیچ وجه به نفع افغانستان و به آبروی افغانستان نمیتونه. ظاهرا در پاسخ به این صورت میگیره که شهروندان افغانستان از نصب استیکر در پشت شناسنامه اصلیشان نگرانی دارن به لحاظ امنیتی که ممکن طالبان یارو ببینن با شناسنامه ها و مورد تهدید قرار بگیرن. چه راه حل میتونه مفید باشه و این نگرانی را اگر وجود داره که حل کنه؟ خب اگه قرار است که اینا انتخابات کرده نمیتونستن که انتخابات را بهتر بود که هیچ انتخابات برگزار نمیکردن و اینا یک رای بدیل دیگری را از نظر سیاسی جستجو میکردن. اگه قرار است که انتخابات برگزار بشه، انتخابات یکی از موارد بسیار مهمش شفافیت در انتخابات است. شما وقتی میایین با این طرح واقعا با این مضحکه وقتی انتخابات را میخواین که به مدیریت ببرین، وزیر مدیریتتان ببرین، معنایش این است که بله شما انتخابات نمیکنین، شما بلکه فقط یک روی صحنه یک کار را میکنین، یعنی یک تئاتر را بازی میکنین که تئاتر معلوم است، نتایجش هم معلوم است و پیامدهایش هم معلوم است. ما به این لحاظ ما فکر میکنم که ما دنبال واقعا عزت و آبروی دموکراسی در انتخابات افغانستان باید باشیم. ما دنبال از این باید میبودیم که حداقل امو آبروی رفته را دوباره پس اعاده میکردیم و واقعا میتونستیم یک انتخابات سالم و شفاف میداشتیم. اما متاسفانه وقتی رئیس جمهور میایه و در کار کمیسیون انتخابات مداخله میکنه و طرح میده و این طرح را بالای از اونا میقبولانه و به نوع تهدیدآمیز اونا را فرا میخوانه تا یاد استعفا بدن و یا ایست که اینا بقبولن این مسئله را، معنایش این است که واقعا ما به هر حال هم با آبروی دموکراسی بازی میکنیم و هم با انتخابات و این انتخابات به هیچ وجه یک انتخابات سالم و شفاف نمیتونه باشه، چون هر کسی میتونه این کاپیا را در اختیار داشته باشه، وایت اکس در اختیار داشته باشه و هر جای در هر منطقه بره رای بده و باز دوباره با وایت اکس کلک خود سفید کنه و باز بره در چندین جای دیگه هم رای بده. ما کارت را وقتی کنار گذاشتیم، بحث تذکره را وقتی به میان آوردیم، وقتی ما پیشنهاد کردیم که واقعا ثبت نام آرا باید صورت بگیره و هیچ کس نتونه در جای دیگه رای بده، معنایش این بود که ما باید تمام این زمینه ها را باید محکم می ساختیم. وقتی این زمینه ها را شما میایین و یکقدر بنیادش را سست می سازین و با فوتوکاپی تذکره شما معامله میکنین و بسیار هم خنددار و مضحکی که میگین که خب تذکره هم همراهتون باشه، شما وقتی کاپی شده داشتین تذکره هم ولو که در چندین جای هم با خود داشته باشین، خب این معنایش چی است؟ خب بدون شک که شما دنبال ازی باید می بودین که واقعا رای را جستجو میکنین که برای دموکراسی و یک مقدار عزت و آبرو کمایی میشد، ولی این مسئله واقعا مضحک است و این برای افغانستان، برای مسئله افغانستان، برای دموکراسی و برای انتخابات واقعا شایستگی به هیچ وجه نداره. بسیار خوب بود که از نظر سیاسی اگه اجماع سیاسی به وجود می آمد
ما از انتخابات به خاطر خطرهای بسیار زیادش که امنیت را دولت تامین کرده نمیتونست و متاسفانه این ضعف را همیشه در پیشانی خودم تاپا میکرد، بسیار خوب بود که یک اجماع سیاسی، یک بدیل سیاسی جستجو میکردن، نه با یک چون انتخابات غیر شفاف. سطح اشتراک مردم خیلی پایین است برای ثبت نام در انتخابات 28 میزان. چرا این سطح پایین است؟ فکر میکنید چه روی کرده میتونه این نگرانی را رفع بکنه و ما شاهد حضور بیشتر مردم برای ثبت نام باشیم؟ خب یقینا وقتی شما انتخابات و دموکراسی را به لجن کشانده باشین، خب یقینا که هیچ کس حاضر نیست بیاید دوباره به یک چیز متوسل بشه که در اونجا نه آبروی وجود داره و نه عزته. انتخابات یک پلتفرم داره و این پلتفرمش هم معلوم است و این انتخابات باید بر مبنای یک شفافیت و سالمیت باید به وجود بیاید و برگزار بشه که ما متاسفانه نداریم. شما میایین طرحهای را ارائه میکنین و او را تحمیل میکنین بالای کمیسیون و کمیسیون را استقلالیتش را زیر سوال میبرین و گفتم که آبرو و عزت دموکراسی را هم به زمین میزنین و میایین طرحتان را تحمیل میکنین به نحوی که به هیچ وجه نه منطق داره و نه چیز دیگری. به هر حال وقتی شما چنین طرح را مطرح میکنین، معنایش این است که دموکراسی را میخواین به مدیریت ببرین، انتخابات افغانستان را به مدیریت ببرین و این انتخابات کاملا از پیش داره معلوم است. تلاش هایی است که سطح اشتراک مردم برای ثبت نام بیش باشه و همینطور سطح اشتراک مردم در انتخابات پیش رو. چگونه این مشکل رفع شوه؟ حضور کمرنگ مردم برای ثبت نام فکر میکنید چه کارهایی میشد تا این حال یا چه کارهایی پس از این شوه که مفید باشه؟ این بسیار خوب بود که انگیزه دهی صورت میگرفت از در طول سالهای گذشته، در طول سه و نیم سال گذشته که حکومت وحدت ملی داره حکومت میکنه، بسیار خوب بود که برای آبروی رفتی انتخابات یک مقدار کارهای انگیزه دهی صورت میگرفت که مردم واقعا دوباره اعتماد میکردن، باور میکردن که خوب انگیزه‌ای وجود داره که پس دوباره به پای صندوق رای بیستن. اما شما وقتی هیچ نشانه های برای انتخابات و برای شفافیت انتخابات و برای شفافیت دموکراسی ندارین و طرح را که میریزین این طرح واقعا یک مزهکی بیش نیست، شما چطور میتونین که مردم را انگیزه بتین تا پس دوباره بیاین و به پای صندوق رای استاده شون؟ مردم افغانستان واقعا سرخورده هستند. مردم دنبال ازی بودند که حکومت یک مقدار تضمین های لازم را باید برشان ارائه می‌کرد. خب چرا این تضمین های ارائه نشد تا این حال؟ بدون شک که حکومت اراده نداره. حکومت ارادهش برای تقلب است، حکومت ارادهش برای به زیر سوال بردن دموکراسی و انتخابات است و این کار را میکنه. سهم کمیسیون های انتخابات در این قسمت چی هست؟ کمیسیون ما که از کمیسیون امیر خواستیم، گفتیم که کمیسیون باید دنبال انگیزه دهی بر مردم می بود، دنبال آبرو دادن و عزت دادن بر انتخابات می بود تا مردم هم واقعا در کنار دموکراسی و در کنار انتخابات، در کنار کمیسیون ها استاده می شدن. اما متاسفانه این کمیشنران امروزی آمدن و به دهن رئیس جمهور سیل دارن که خب رئیس جمهور برشان چی فرمان میده و اینا چی باید بکنن. این واقعا آبروی رفتی دموکراسی و انتخابات را اینا پس دوباره یاده کردن نمیتونن. بسیار بهتر است که عزت خود حداقل نگاه بکنن این کمیشنرها و بیاین و صادقانه و مردانه استعفای خود را بدن و افشاگری بکنن و نیت شوم حکومت را در این قبال اینا واضح بسازن. شما میگن تضمین های راه میشه تا شهروندای افغانستان به باور میرسیدن که انتخابات شفاف برگزار میشه و سهم و در او انعکاس میافه و نقششان هنوز فرصت ای که کار شوه و اعتماد سازی شوه وجود داره؟ انتخاب میشه که وقت کمی است تا انتخابات پارلمانی. در این شک نیست که انتخابات واقعا فرصت های لازم را از دست داده، اما حداقل در امی چند مدتی هم که وجود دارد حکومت و کمیسیون انتخابات باید کارهایی را بکنه که مردم یک مقدار باورشان بیاید که انتخابات اصلا برگزار میشه. بعدش وقتی برگزار میشه انتخابات یک مقدار شفافیت داره. بعدش هم کمیسیون ها باید نشان میدادن که این کمیسیون مستقل است و واقعا استادگی میکنه و در برابر رئیس جمهور نگفتن هم یاد داره. متاسفانه حالا هیچ کدام از این نشانه ها وجود نداره، نه نگفتنی وجود داره در برابر رئیس جمهور و حکومت و نه متاسفانه کار انگیزه دهی و تشویق کننده صورت گرفته تا حال به صورت درستش و نه برنامه های ریخته شده از سوی کمیشنران کمیسیون انتخابات که متاسفانه که این برنامه ها میتونست واقعا دوباره اعتماد را احیا بکنه. ما متاسفانه در چندین مورد ضعف داریم، خصوصا در کمیسیون. کمیسیون تنها با 5 یا 6 کمیشنرش یا 7 کمیشنرش نمیتونه واقعا کل کار را بکنه. ما نیاز داشتیم حداقل تمام رؤسایی که
به صورت سرپرست اداره می شدن در کمیسیون انتخابات. اینا پیش از پیش باید تکلیفشان روشن می شد، اینا می آمدن به کرسی خود می نشستن و کار آماده تجربیات خود آماده برای دموکراسی و انتخابات می کردن و اینا واقعا می تانستن که در قلم رئیس دانشا را تعیین می کن. رئیس دانشا می تانست که مدیریت لازم را در اختیار خود داشته باشه و اعتماد لازم را دوباره پس احیا بکنه. اینا مواردی بودن که همش قابل سوال بود و ما در درون ریاست های ولایت خود هنوز مشکل داریم. چندین ریاست ما متاسفانه هنوز هم با سرپرست ها اداره میشه. حتی در ولایت ما یک رئیس جامع و کامل، یعنی یک رئیسی که از مجراهای قانونی آمده باشه، ما متاسفانه در اکثر جا نداریم. به این خاطر این انتخابات باید پیش از پیش موضعش معلوم باشه. هرچند مردم واقعا قربانی دادن، هرچند مردم واقعا بازم مردانگی کردن و آمدن، به خاطر شاید به خاطر کاندید شدن دوستش، رفیقش، یا به خاطر کاندیدا بودن چند تا آشناهایش در شورای ولسوالی و در پارلمان افغانستان، اینا آمدن. بازم تقریبا در حدود 1.5 میلیون آدم هنوزم ثبت نام کردن و یعنی این رقم یعنی چیزی است که کمتر از نیمی آنچه که تصور شده بود هست. امیرم میگم اینا با وجودی که مثلا آنچه که شما اشاره داشتید عواملی که میتونست حضور مردم از یاد بکنه وجود داره در انتخابات پارلمانی، سهم کسایی که کاندید میکنن برای تشویق مردم و این مسائل، پیش بینی بود که میتونه اینا سطح اشتراک مردم بالا بره، ولی با وجود این عوامل که پیش بینی میشد سطح اشتراک مردم خیلی پایین است. دقیقاً بله، متاسفانه مردم سرخوردگیش خیلی زیاد است و مردم هیچ اعتماد لازم را بالای حکومت افغانستان و بالای کمیسیون مربوطه نداره. از این خاطر امی تقریبا 1.5 میلیون آدمی که حالا آمده ثبت نام کرده، فقط یا ایست که امو یک مقدار شاید روشنفکران جامعه بودن که اینا آمدن و خودشان این کار را کردن، یا جامعه مدنی افغانستان به صورت گروهی در برخ مواردی کار کرده، اما شاید یک مقدار بیشتر از اینا انگیزیشان فقط بودن خانواده، فامیل، رفیقایش یا خیش و قومش بوده که در این مسئله دخیل بودن، اینا کاندیدا بودن، از این خاطر آمدن ثبت نام کردن. ولی اونم یک مقدار شاید برخی هایش کسانی بودن که اینی زیاد جدی نگرفتن و اعتماد لازم را که باید صورت میگرفت و اعتماد لازم را جدی نگرفتن و آمدن گفتن که خب خیر، ما یک نظام نیمبند داریم، یک به هر حال یک ثبات نیمبند داریم و این ثبات نیمبند را میشه با می کار با می عمل کرد دموکراتیک شاید یک مقدار تقویه کرد، ولی حکومت باید توجه میکرد و اینا را بیشتر تشویق میکرد و اینا را باید خانه آباد میگفت. متاسفانه و اینا وقتی میاین و مداخله میکنن و طرحهای مضحک آمیز بر مردم، بر دموکراسی، بر انتخابات میتن، این معنایش این است که دیگه خب شما هم دیگه واقعا اشتباه کردین، دیگه رای مهم نیست و آنچه را که ما تصمیم میگیریم میکنیم، این واقعا باید به هر حال باید درست میشد که متاسفانه نشد. شما میگین حکومت اراده برای برگزاری یک انتخابات شفاف نداره و میگین که میسونا نامستقل است، از بایدهای هم صحبت میکنید که طی فرصت که مانده صورت بگیره برای برگزاری یک انتخابات نسبتا خوب، با این تعریف و با پیش بینی که دارید، با تحلیلی که دارید، انتخابات پیش رو را چگونه میبینید؟ خب اگر قرار باشه که این طرح قبول بشه از سوی کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، من تصور میکنم که این انتخابات یک انتخابات از قبل تعیین شده است و به هر حال به هیچ وجه اعتبار لازم را نخواهد داشت، برای اینکه این طرح بسیار طرح مضحک است، گفتم که هر کسی میتونه در چندین مورد در چندین جا رأی خود را استعمال بکنه و رأی به صورت تقلبی استعمال بکنه و میتونه که اینا امی لحظه کپی های خود را ببرن و در چندین منطقه اینا ثبت نام بکنن و در روز انتخابات هم گفتم با یک وایت اکس کلک خود را سفید بکنن و پس برن باز رأی بدن، که به هیچ وجه شفافیت و سالم بودن انتخابات را نمیتونه محقق سازه. فکر میکنید پذیرفته میشه هنوز که از طرف کمیسیون انتخابات به حکومت ارائه نشده، طرحهای جایگزین میتونه وجود داشته باشه از نظر شما که نگرانی موجود را رفع بکنه؟ یقینا یکی از موارد بسیار مهم گفتم امو اجماع سیاسی میان سیاسیون افغانستان، ما همیشه در آوردن دموکراسی در افغانستان متاسفانه از بنیاد و از پایین به بالا حرکت نکردیم، همیشه از بالا به پایین حرکت کردیم، هرچند که هم یک روش است.
اما در همین روش هم ما متاسفانه صداقت نداشتیم و حالا شما میبینید که وقتی رئیس جمهور این کار را میکنه و میای جلسه میگیره با قماندان ناتو با سفیر امریکا، متاسفانه یکی از پایه های اساسی این حکومت که رئیس اجرایی افغانستان است، رئیس اجرایی افغانستان اصلا حضور نداره و در این موارد اینا اصلا شراکت فکری هم شاید نداشته باشند. من تصور میکنم که ما در اینجا واقعا دچار یک بحران هستیم. بحران به پیش آمده و این بحران وجود داره. وقتی که یک بخشی از حکومت که رئیس اجرایی افغانستان است در جلسات ارگ، در جلسات شورای امنیت، در جلسات کابینه شرکت نمیکنه و در این موارد سهم نمیگیره، معنایش این است که ما واقعا مشت به هوا میکوبیم و به هر حال حکومت توافقی و وحدت ملی را نادیده میگیریم. با قانون چسبیدن و متاسفانه که یک بخش از حکومت را نادیده گرفتن، این خودش یک نوع بحران است که این بحران به وجود آمده. اگر با این وضعیت ما پیش بریم، انتخابات برگزار شود، تبعات برگزاری این انتخابات با این شرایط چی میتونه باشه؟ فکر نمیکنید که با بحران سیاسی مواجه شویم که جلوگیریش هم سخت باشه با توجه به شکاف هایی که در حکومت وجود داره؟ یقینا. خب ما متاسفانه یک بخش از حکومت را گفتم میخواستم در اینجا بیام که یک بخش حکومت که آقای دکتر عبدالله همیشه تلاش میکنه تا این بحران ها را او آدم مدیریت بکنه و همیشه به نفع ارگ او را ختم بسازه. من خواهش با از دکتر سب عبدالله ای است که واقعا یا بیاین وارد میدان شوند و در جلسات شرکت بکنن، نظر خود بتن و استفاده شوند که حداقل این ثبات لازم که نزد مردم موجود باید باشه ای دوباره به وجود بیاید و مردم واقعا فکر بکنن که خب خودشان هم حضور دارن. یک بخش از مردمی که خودشان همی لحظه اصلا در جلسات نمی بینن و نماینده خود را نمی بینن، معنایش این است که واقعا اینا حضور ندارن، معنایش این است که بالای از اینا هر چیز تعمیل میشه و معنایش این است که به هر حال تضمین برای انتخابات شفاف هم وجود نداره. اینا واقعا سرخورده میشن. یا دکتر سب بیاید در جلسات شرکت بکنه و اگر شرکت نمیکنه موازی خود را اعلان بکنه و همیشه منتظر از این باشه که خب وقتی بحران به وجود بیاد باز اینا بیان مدیریت بکنم، مثل که در دو بار دیگه این مدیریت را کرد و از خودگذری کرد و صبر کرد و مردم را هر چند مردم خیلی برافروخته شدن، اما بازم خیر ببینه که حداقل این کار را کرد، این ثبات افغانستان را واقعا در اختیار خود گرفت و این ثبات را تضمین کرد. حالا من تصور میکنم که ما در انتخابات بازی نباید بکنیم. انتخابات برای سرنوشت همین ما شما مهم است و نمایندای ما باید به صورت شفاف باید در پارلمان افغانستان و در شورای ولسوالی بره، نه اینکه خدای نخواسته باز هر کس هر چی دلش خواست بکنه و مردم خودشان عادت بکنن برای تقلب، عادت بکنن برای آبروریزی دموکراسی و انتخابات. جستجوی راه حل و پیشنهاد طرح بدیل در پاسخ به نگرانی‌های امنیتی شهروندان صورت می‌گیره و سطح پایین اشتراک مردم. ناامنی چه می‌تونه بد باشه؟ وضعیت امنیتی سال جاری هم که بدتر از گذشته هست. خب وقتی که وضعیت امنیتی قابل مدیریت برای دولت افغانستان نیست، گفتم یگانه راه حل همطور که حکومت وحدت ملی، بله حکومت وحدت ملی را با یک توافق آوردن، میتونستن که این اجماع سیاسی را به وجود بیارن و از انتخابات به خاطر از اینکه مردم قربانی نشه بگذریم. اما وقتی این کار را نمیکنن، اجماع سیاسی که شما حرف میزنین نمیتونن، میگین که میتونه گره مشکلات بگشایه، تا این حال تا 4 سال از عمر حکومت وحدت ملی حاصل نشه، پس از این حاصل میشه؟ خب باید اشو زیاد هم که شده، متاسفانه این درز ها و این فاصله ها میان مردم و دولت بیشتر شده رفته، برای اینکه دولت به هیچ وجه صداقت لازم را برای مردم نشان نداده. همیشه یا بحث قومگرایی مطرح بوده در این حکومت که آقای غنی خودش او را مدیریت کرده برای اینکه برای خود پایگاه بسازه، برای خود اینکه برای خودش جایگاه در میان قومش به وجود بیاره، متاسفانه ایره دامن زده و ایره مدیریت کرده. یا بس سلیقه‌های تیمی مطرح بوده که این سلیقه‌های تیمی هم ما دیدیم که متاسفانه فاصله ها را تا میان دو تیم هم بیشتر ساخت و نتونست که یک اجماعی کلی میان تیم ها به وجود بیاد و میان رهبران حکومت وحدت ملی. توزیع تذکری الکترونیک یکی از ابزارهای بسیار متاسفانه سخیف و نحیف بود که رئیس جمهور آورد و این مطرح کرد تا
مردم را بیشتر احساس بسازند نسبت به قومیتشان، نسبت به هویتشان، و تا مردم را واقعا در دنیای از بی‌اعتمادی اونا را رها بکنه. این رها کردن در دنیای بی‌اعتمادی به هر حال فقط دو مسئله را میتونست بر مردم برسانه: یکی که همو حادثات اخیر را تحت پوشش قرار بده، و سوی دیگه ائتلافایی که به وجود آمده از ترس این ائتلافا این مسئله را به وجود بیاره و این ابزار را استفاده بکنه. و بحث دیگرش هم همو جایگاه و پایگاه ساختن برای خودش است که متاسفانه این را همین مردم افغانستان میفهمن. حالا اینکه رئیس جمهور میایه و سر از اینکه تمام مردم این مسائل را میفهمه و دوباره این کارا را انجام میده، معنایش این است که رئیس جمهور به اراده مردم به هیچ وجه توجه نداره و تنها کاری را که میخواد خودش انجام بده او را انجام میده و متاسفانه حامیانش هم حمایت میکنه. به عنوان آخرین پرسش از شما آقای درعی، پیامد وضعی حاضر و آینده این وضع، نبود اجماع سیاسی، نبود امنیت، نبود تضمین های لازم برای برگزاری انتخابات شفاف و بحران اعتماد شهروندان نسبت به کار حکومت و امر برگزاری انتخابات چی میتونه باشه؟ خب این عملکرد حکومت میتونه باشه، تنها عملکرد بسیار ناشیانه حکومت، حکومتی که با وجود که توافقی است اما میایه و یک دنده و یک سره خودش عمل میکنه و هر ریاست جمهوری این کارا را به تنهایی انجام میده بدون از اینکه حتی بس یا نزاکت های حکومت توافقی و عدت ملی رو در نظر داشته باشه، بدون از اینکه حداقل یک اجماع میان دو رهبر حکومت و عدت ملی تا با وجود بیاد چون کار را میکنه و در مجموع طرح هم که میده این طرح همه طور که قانون را آورد متاسفانه بالای مردم تحمیل کرد با یک فرمان تقنینی در موجودیت قانون و در موجودیت پارلمان ای کار هم البته میخوای انجام بده. ما امیدواری ما از کمیسیون انتخابات و از کمیشنرهای کمیسیون انتخابات همی است که واقعا استقلالیت خود را حفظ بکنن و از این طرح بگذرن. این طرح به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست، به شفافیت افغانستان کمک نمیکنه. اگر کسی واقعا میخواد که در انتخابات سهم بگیره و این ریسک قبول میکنه، بسم الله خوب است با می طرح قبلی با می تذکرای اصلی کار خود را انجام بده. در غیر از او با این طرح واقعا آبروی و عزت دموکراسی هم از بین میره و اعتماد لازم هم به خاطر انتخابات آینده به کلی از بین میره. ما در انتخابات آینده شاید حتی امی رقم را نخواهد داشتیم، حتی نیم از این هم نخواهد داشتیم و این واقعا برای جفای بزرگ برای انتخابات، برای دموکراسی و برای مردم سالاری و برای حتی برای مو تکنوکراتای غرب زده که امروز آمدن در اینجا و میخواستن دموکراسی را در اینجا پیاده بکنن برای زناست. اینا باید توجه داشته باشن که تاریخ در مورد از اینا قضاوت میکنه و سخت قضاوت میکنه و واقعا این عملکردها یک عملکردهای کاملا ناشیانه میتونه باشه که کلاه گذاشتن بالای ملت و تحمیل کردن بالای ملت میتونه معنا پیدا بکنه. بس سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شما بینندگان محترم. بخش دوم برنامه را با ما همراه باشید.